خب بخش بعدی مربوط به ترسیم سگ هست. ما البته توی این بخش دیگه ترسیم جزئیات و دقیق کردن طرح‌ها رو کار نمی کنیم. با توجه به بخش قبلی که توی این فصل کار کردیم، عادتا شما نحوه ترسیم و ردیابی خطوط توی تصاویر رو کاملا بلد شدید و متوجه شدید که باید به چه صورت این کار رو انجام بدید. توی این بخش ما الگوی اولیه و اتود اولیه برای تعیین محدوده رو ترسیم می‌کنیم و توی آخر بخش هم ترسیم کامل شده رو من انجام دادم و یه نگاه مختصری روی اون میندازیم تا ببینید که نتیجه نهایی کارتون باید به چه صورتی باشه. نژاد اولی که قصد رسم اون رو داریم و تصویرش رو وارد کردیم شارپی هست. این نژاد جزو گونه های کوچیک هست و از لحاظ پوشش بدن هم موهای بلندی روی سطح بدن اون نیست و بیشتر تمرکزی که روی قسمت بدن اون باید داشته باشیم روی ترسیم چروک خوردگی ها و چین و چروک های سطح پوست و گوشت بدنش هست. در مورد حالت سر اون هم همونطور که ملاحظه میکنید این چروک خوردگی در مورد قسمت های مربوط به گونه و اطراف دماغ و دهان هم وجود داره و در مورد بدن اون هم همونطور که ملاحظه میکنید از لحاظ جثه کوچیکی داره و اندازه دست و پاهای اون هم نسبتاً کوتاه هست و از نظر حجم عضلات هم بدن این حیوان عضلانی شکل نیست. البته ما توی این قسمت فقط محدوده اولیه رو ترسیم میکنیم و در مورد چین و چروک های سطح بدن و سر و صورت اون در واقع این کار به عهده خود شما هست تا زمان ترسیم دقیق این حیوان این قسمت ها رو در مورد سطح بدن و صورت اون با خطوطی که رسم میکنید اعمال کنید و نشون بدید و در واقع در مورد تعیین محدوده ما نیازی به ترسیم جزئیات بدن به این شکل نداریم. البته شما توی تصویر پای سمت راست این کاراکتر رو ملاحظه نمی کنید به دلیل زاویه دید. اتفاقا من این پا رو خودم خارج از بحث تصویر اضافه می کنم تا قسمت های بدن به صورت تکمیل توی رسم ما وجود داشته باشه. نژاد بعدی که قصد ترسیم اون رو داریم در واقع بولداگ هست. از لحاظ جثه این نژاد از سگ هم جثه نسبتا کوچیکی داره با این تفاوت که از لحاظ حجم عضلات بدن این حیوان نسبت به نوع قبلی بیشتر هست و بدن عضلانی تری داره. در مورد چین و چروک و چروک خوردگی های سطح بدن ما توی این حیوان این قسمت ها رو نسبت به نوع قبلی کمتر داریم با این تفاوت که قسمت صورت و گونه های این حیوان کاملا باید به همراه گوشت‌های اضافه و آویزون قسمت‌های مربوط به زیر دهان و اطراف دهان رسم شه. همونطور که ملاحظه می‌کنید توی تصویر اندازه دست و پاهای این حیوان هم کوتاه هست و به عبارتی قد این حیوان کوتاه هست اما از لحاظ حجم عضلات به اصطلاح ورزیده و حجیمی داره.
رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و بعد از کمی اصلاحات و البته پررنگ کردن برخی قسمت ها به سراغ نژاد و گونه بعد میریم. نژاد بعدی که انتخاب کردیم و قصد ترسیم اون رو داریم تحت عنوان پیت بول هست. از لحاظ بدنی این نژاد هم بدن عضلانی و ورزیده ای داره، البته از لحاظ قد با توجه به گونه هایی که توی این نژاد وجود داره اکثر این گونه ها قد کوتاه و پاهای کوتاهی دارن. از لحاظ بدنی شباهت زیادی به بولداگ داره، اما در مورد شکل ظاهری سر و صورت و اندازه و بلندی گردن با نوع بولداگ متفاوت است. در واقع توی این نژاد و این گونه ما باید تمرکز زیادی روی عضلات قسمت دست و سینه ها و البته قسمت های مربوط به ران و قسمت های میانی داشته باشیم. شیپ های مربوط به قسمت های دست و سینه ها رو رسم کردیم و برای قسمت میانی و باسن هم شیپ های مجزا و البته متناسب با زاویه رو رسم می‌کنیم. یک مقداری هم اصلاحات انجام میدیم و در نهایت بعد از اتمام کار رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ تصویر بعد میریم. البته یه کمی هم خطوط اصلی رو با توجه به تغییر اندازه‌ای که دادیم پررنگ‌تر میکنیم تا برای رسم دقیق‌تر مشکلی نداشته باشیم. نژاد بعدی که قصد رسم اون رو داریم باکسر هست و تحت عنوان باکسر اون رو میشناسن. از لحاظ شکل ظاهری سر و صورت شباهت زیادی به پیتبول داره، با این تفاوت که در مورد بدن این حیوان ما باید همون حجم عضلاتی که برای پیتبول در نظر گرفتیم در واقع برای این حیوان هم در نظر بگیریم و البته در مورد جسه بدن و اندازه دست و پاها این نژاد نسبت به پیتبول از لحاظ قد و هیکل بزرگتر هست و حالت گوش این نوع هم با نوع قبلی متفاوت هست. برای قسمت های مربوط به سینه ها و دست ها ترسیمات رو متناسب با شکل کلی بدن و قسمت های مختلف بدن انجام میدیم. برای قسمت های مربوط به باسن و پاهای کاراکتر هم سعی میکنیم کاملا با توجه به زاویه و اندازه و بلندی این قسمت ها ترسیمات رو انجام بدیم و البته همونطور که ملاحظه میکنید توی این ترسیم هم کاملا باید بخش بندی که توی قسمت های قبلی داشتیم رو رعایت کنیم. در واقع بلندی دست و پاها فوق‌العاده مهم هست که به اندازه و به میزان مناسب اعمال شه. به دلیل اینکه بلندی دست و پاها در واقع رابطه مستقیمی با پهنای اونها داره. و هر چقدر که این قسمت ها بلندتر در نظر گرفته شه قاعدتاً پهنای اونها هم باید متناسب با بلندی اونها تغییر کنه.
و این قضیه در مورد طول بدن هم وجود داره و هرچی اندازه دست و پاها و پهنای اونها بزرگتر بشه یا تغییراتی توی اونها اعمال کنیم، باید در مورد بلندی بدن و قطر بدن هم این تغییرات رو اعمال کنیم و تناسب رو رعایت کنیم. یک مقداری هم اصلاحات روی قسمت های مختلف انجام میدیم تا تناسب لازم برای اجزای مختلف بدن حفظ شه. و البته با توجه به تغییر اندازه همونطور که ملاحظه میکنید یک مقدار کیفیت رسم پایین اومد و به همین دلیل خطوط رو توی اندازه جدید کمی پررنگتر میکنیم. رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ ایجاد بعد میریم. یک مقدار هم جزئیات اضافه میکنیم به قسمت میانی و در نهایت شروع به رسم تصویر بعد میکنیم. نژاد بعدی تحت عنوان دوبرمن هست که از لحاظ حجم عضلات نسبت به گونه هایی که تا الان ترسیم کردیم نسبتاً حجم عضلات کمتری داره، با این تفاوت که از لحاظ اندازه دست و پا و جسه و قد نسبت به گونه های قبلی بزرگتر هست. در واقع گونه هایی که ما تا الان ترسیم کردیم گونه هایی بود که پوشش سطح بدن اونها شامل موهای بلند نمیشد و این نژاد هم به همین صورت است. ما توی تصاویر و نژادهایی که وارد کردیم و قصد داریم اونها رو ترسیم کنیم، تصاویر مربوط به نژادهای پرمو و به عبارتی نژادهایی که موهای بلندی روی سطح بدنشون هست رو هم داریم و توی مراحل ابتدایی ما نژادهای بدون مو رو رسم میکنیم و بعد از اونم به سراغ انواعی میریم که پوشش سطح بدنشون با این نژادها متفاوت هست. در خلال طراحی باید حواسمون باشه که کاملاً تناسب قسمت های مختلف حفظ شه و اگر نیاز به تغییراتی بود اون تغییرات رو به صورت کامل اعمال کنیم. بعد از ترسیم اجزای بدن به صورت کامل ما سعی میکنیم اصلاحاتی رو هم انجام بدیم و بعد از اون ترسیمات خودمون در مورد این نژاد رو هم به اتمام میرسونیم و به سراغ تصویر بعد میریم. بعد از تغییر اندازه یک مقداری هم قسمت های رسم شده رو اصلاح میکنیم در مورد قسمت های ران هم به همین صورت تا الگوی مناسب و دقیق رو بتونیم در بیاریم.
و البته به شکل گوش این نژاد و این نوع هم توجه کنید که به چه صورتی هست. ما توی تصویر بعد در واقع نژاد گریددان رو داریم که این نژاد از لحاظ جثه بزرگی هست و توی تصویرمون هم یک مدل و یک نمونه انسان رو داریم که میتونیم اندازه این نژاد از سگ با اون انسان رو مقایسه کنیم که به چه صورتی هستن. ما توی قسمت طراحی الگو و طراحی در واقع محدوده قسمت های مختلف هم در مورد مدل این نژاد از سگ و هم در مورد مدل انسانی که داریم تعیین محدوده و تعیین الگو رو انجام میدیم. ولی در مورد طراحی جزئیات و طراحی دقیق من فقط طراحی مربوط به این نژاد از سگ رو ترسیم کردم و شما توی مراحل بعد میتونید ملاحظه کنید. در مورد ترسیم دقیق اون مدل انسانی که توی تصویر هست خودتون میتونید با توجه به الگویی که ترسیم کردیم رسم لازم و به همراه جزئیات رو انجام بدید و به نتیجه مورد نظرتون برسید. توی این تصویر در واقع سگ ما به صورت ایستاده روی دوتا پا هست و دست خودش رو روی شونه اون انسان قرار داده که با توجه به عضلات قسمت های مختلف و مفصل های دست و پا و قسمت کمر این حیوان ما باید ترسیم دقیق با توجه به حالتی که این حیوان داره رو رسم کنیم. بعد از ترسیم الگوی اولیه برای حیوان به سراغ الگوی انسان میریم و توی این الگو هم با استفاده از شیپ های اولیه‌ای که رسم میکنیم حالت کلی بدن و اجزای بدن انسان رو پیاده میکنیم و همونطور که توی بخش های اولیه برای ترسیم حیوانات عرض کردیم برای قسمت مفصل هم توی انسان و هم توی حیوانات بهتر هست که از یک دایره استفاده کنیم تا قسمت های قابل خم شدن و قابل زاویه دار شدن رو بتونیم به صورت دقیق پیاده کنیم. بعد از ترسیم الگوی اولیه از هر دوتا کاراکتر توی تصویرمون یک مقدار الگوی اولیه رو پررنگتر میکنیم و البته مناسبتر که اجزای مختلف و نحوه قرارگیری اجزا کاملا قابل رویت باشه. و در مورد دقیق تر کردن طرحمون هم توی انتهای بخش ملاحظه میکنید که باید نتیجه نهایی شما به چه صورتی باشه. با توجه به اینکه دست کاراکتر اصلی ما که کاراکتر سگ هست روی انسان قرار گرفته، من اول کاراکتر مربوط به انسان رو یک مقدار پررنگ میکنم و البته کمی هم اصلاح و بعد از اون به سراغ پررنگ کردن و دقیق در کردن الگوی اولیه برای کاراکتر سگ میرم. قسمت های مربوط به ران و پاهای کاراکتر رو بعد از اینکه محدوده اولیه رو براش تعیین کردیم به سراغ قسمت مربوط به باسن و قسمت های میانی میریم. یک مقدارم قسمت های میانی رو از لحاظ حالت و پهنا و البته برآمدگی های این قسمت اصلاح میکنیم. برای قسمت پنجه های پا هم به همین صورت. یک کمی هم از لحاظ اندازه و زاویه الگوی اولیه برای سر کاراکتر اصلیمون رو اصلاح میکنیم و به سراغ نژاد و کاراکتر بعد و البته تصویر بعد میریم.
تصویر بعد مربوط به نژاد باسنجی است، سگ هست که در واقع این نژاد از لحاظ شباهت به گونه های قبلی شباهت زیادی نداره و در مورد جثه خب اندازه متوسطی داره، حجم عضلات و قسمت های مختلف بدنش نسبتا به صورت نرمال هست و خیلی بدن عضلانی یا استخونی شکلی نداره. قسمت های سر و صورت این نژاد هم شباهت هایی به نژاد جرمن شفر داره که توی بخش های بعدی ما این نژاد رو رسم میکنیم. در واقع همونطور که ملاحظه میکنید ما توی این بخش کار زیادی انجام نمیدیم و فقط مربوط به کارهایی میشه که در مورد تعیین محدود است. ترسیم جزئیات به دلیل اینکه زمان زیادی احتیاج داره و نسبتاً به گونه‌ای هست که شما خودتون هم با توجه به مطالبی که تا الان یاد گرفتید میتونید اون رو انجام بدید، من توی این بخش و چند تا بخش آخر که باقی مونده یه قسمت های مربوط به ترسیم جزئیات رو مطرح نمی کنم و فقط در مورد تعیین محدوده به صورت مختصر و توی زمان کوتاهی تعیین محدوده رو با هم انجام میدیم و مابقی مسائل به عهده خود شما هست. و البته انتهای هر بخش هم ترسیمات دقیق انجام شده رو نشونتون میدم که به چه صورتی هست و در واقع میبینیم که نتیجه نهایی باید به چه صورتی در بیاد. برای قسمت مربوط به دوم کاراکترمون هم شیپ اولیه ای رو اضافه میکنیم و فکر میکنم دیگه کارمون با این الگو هم تموم بشه و به سراغ نژاد بعد بریم. و البته همونطور که توی بخش های قبلی عرض کردیم به دلیل تغییر اندازه و افت کیفیت ما اگر رسم خودمون رو توی درصد پایینی از زوم انجام بدیم بعد از بزرگ کردن رسم کیفیت پایین میاد و نیاز به پررنگ کردن و مقداری اصلاحات پیدا میکنه. نژاد بعدی که قصد رسم اون رو داریم در واقع نژاد لابرادور هست که این نژاد هم جزو انواعی هست که سطح بدن اونها موهای بلند و پوشش بلند مو رو نداره. زاویه کاراکتر ما توی این تصویر زاویه نیمرخ هست. و گوشای این کاراکتر هم به صورت افتاده است و از لحاظ حجم عضلات و جثه و بلندی دست و پاها تقریبا یه حالت نرمالی داره و بیش از حد نرمال کوتاه یا بلند نیست. برای قسمت میانی و پاهای کاراکترم
شیپ های لازم رو رسم کنیم. اگر فصل قبلی رو کامل دنبال کرده باشید متوجه میشید که تمامی برآمدگی ها و قسمت هایی که برای اجزای بدن رسم میکنیم در واقع بر اساس همون بخش بندی 4-5 قسمتی بود که توی بخش های قبلی انجام دادیم. یک مقداری هم بلندی دست و پاها رو هماهنگ میکنیم و توی محل مناسب رسم خودمون رو قرار میدیم. نژاد بعدی در واقع جزء نژادهای فانتزی هست و تحت عنوان چوچو شناخته میشه. از لحاظ اندازه و جسه بدن جسه کوچیکی داره و موهای سطح بدن و سر و صورت اون هم نسبتاً بلند هست. در مورد اندازه سر و اندازه دست و پاها و قسمت‌های مختلف بدن هم در واقع تناسب باید به گونه‌ای باشه که اندازه سر نسبت به سایر اجزای بدن مقداری بزرگتر در نظر گرفته شه، که این هم به دلیل پوشش موهایی هست که روی اطراف سر و صورت این کاراکتر وجود داره. برای دوم کاراکتر هم همونطور که ملاحظه میکنید دوم این نژاد کاملا پوشیده از موهای بلند هست. نژاد بعدی تحت عنوان کاوالیر هم جزو نژادهای تقریبا فانتزی هست. حالت گوش ها و پوشش سطح بدن این حیوان به صورتی هست که روی تمامی قسمت های مربوط به گوش و اطراف بدن و حتی روی قسمت پنجه های دست و پا و سطح پوست اون ما باید موهای بلند و به اصطلاح جهتدار رو رسم کنیم، که البته این جهت باید قاعدتا با توجه به تصویری که ما داریم یا حالا اون الگویی که توی ذهن ما هست میتونه به صورت نامنظم باشه یا به صورت منظم، و این مطلب رو هم مد نظر داشته باشید که توی حیواناتی که پوشش سطح بدن اونها موهای بلند هست ما باید برای تعیین محدوده در واقع محدوده اولیه رو با توجه به بلندی این موها ترسیم کنیم و نباید محدوده اولیه با توجه به خطوط اصلی مربوط به سطح بدن رسم بشه. توی این کاراکتر هم همونطور که میبینید ما برای تعیین محدودی اولیه عرض قسمت های مختلف و پهنای قسمت های مختلف بدن رو یک مقدار بیشتر در نظر گرفتیم، و دلیل اون هم همین بلندی موهایی هست که باید روی قسمت های مختلف رسم شه، و هنگام رسم دقیق تر قسمت هایی از بدن ممکنه پهناش کمتر شه قسمت هایی بیشتر شه با توجه به اون رسمی که شما انجام میدین. کمی اصلاحات روی قسمت های مختلف انجام میدیم تا الگوی اولیه‌مون دقیق تر شه و برای رسم جزئی تر قسمت های مختلف کارمون راحت تر باشه.
همونطور که توی بخش‌های قبلی هم عرض کردیم، شما هر چقدر مدل اولیتون رو دقیقتر رسم کنید و الگوی اولیتون دقیقتر باشه توی رسم جزئیات، کارتون راحتتر هست. نژاد بعدی که قصد ترسیم اون رو داریم هاسکی هست، که در واقع این نژاد شباهت زیادی به گرگی داره. از لحاظ پوشش موهای سطح بدن، شکل موهای سطح بدن و بلندی اونها و نحوه قرارگیری اونها میشه گفت شاید حدود 80 یا 90 درصد ما ترسیمی که انجام میدیم شباهت به آناتومی و ظاهر فیزیکی بدن گرگی داره. ترسیمات مربوط به قسمت‌های سر و گردن، سینه و دست و پا رو انجام میدیم و باید توجه داشته باشیم که با زاویه‌ای که کاراکتر ما توی اون قرار گرفته ترسیمات ما کاملا مطابقت داشته باشه. و یکی از این تصویرها مربوط به محل قرارگیری دست و پاها نسبت به همدیگه است که ما این رو هم اگر رعایت کنیم کارمون زمانی که قصد داریم ترسیم جزئیات رو انجام بدیم خیلی راحت تر است و نیاز به اصلاحات کمتری داریم. کمی جزئیات به قسمت های میانی اضافه میکنیم. و رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم. یک کمی هم خطوط رسم شده رو پررنگ میکنیم و بعد از اون به سراغ نژاد بعد میریم. نژاد بعدی هم جزو گونه هایی هست که جثه بزرگی داره و تحت عنوان سنت برنارد هست، که البته پوشش موهای سطح بدن این نژاد هم بلند هست و قسمت های مربوط به پوزه و دهان به علاوه چشم های این کاراکتر هم با نژادهای قبلی تفاوت داره. برای قسمت های مربوط به دو بخش اول که البته منظور اونم بخش بندی هست که برای بدن پیاده کردیم، ترسیمات لازم رو انجام دادیم که البته اون دو بخش اول شامل سر و قسمت های مربوط به سینه و دست بود و بخش سوم هم مربوط به قسمت میانی بود. بخش چهارم هم برای قسمت های مربوط به باسن و پاهای کاراکتر بود. برای دوم هم شیب لازم رو رسم بیاریم و
بعد از ترسیم پای سمت راست و البته اعمال کمی اصلاحات به سراغ رسم نژاد بعدی میریم. یک کمی هم جزئیات برای نشون دادن برآمدگی های قسمت های مختلف اضافه میکنیم و رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم. نژاد بعدی به عنوان سگ تبتی شناخته میشه که هم از لحاظ جثه بزرگ هست، هم از لحاظ موهای سطح بدن اون خیلی زیاد هست و به عبارتی پوشش موهای خیلی بلندی داره. توی رسم الگوی اولیه برای این نژاد ما خیلی کار سختی نداریم، چون فقط باید محدوده موها برای قسمت مختلف رو تعیین کنیم، ولی قاعدتا برای ترسیم جزئیات و ترسیم دقیق قسمت مختلف بدن باید زمان لازم رو صرف کنیم و یک مقداری نیاز به کار داره. بعد از ترسیم قسمت های مختلف بدن و البته بعد از مشخص کردن محدوده مختلف برای قسمت های سر، سینه و قسمت های میانی و باسن کاراکتر، رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و البته محدوده های ترسیم شده رو هم کمی پررنگ‌تر می‌کنیم. آخرین نژادی که رسم می‌کنیم نژاد جرمن شفرد هست که برای حالتهای بدون تصویر هم من در واقع این نژاد رو در نظر گرفتم و تعیین محدوده و تعیین الگو برای حالتهای مختلف بدن رو در مورد این نژاد پیاده میکنیم. این نژاد هم از لحاظ جثه نسبتا بزرگی داره و پوشش سطح بدن اون و سطح پوست اون در واقع موهای نسبتاً بلند هست که ما ترسیمات برای بخش‌های مختلف رو باید با در نظر گرفتن محدوده برای بلندی این موها انجام بدیم. ترسیمات مربوط به اندازه قسمت های مختلف رو طبق روال بخش های قبل در حین طراحی اصلاح میکنیم تا برای ترسیم جزئیات کارمون راحت تر باشه. در مورد بلندی دست ها و محل قرارگیری دست ها نسبت به هم دیگه و البته پهنای قسمت های بالا و پایین دست تعیین محدوده رو کاملا رعایت میکنیم.
برای قسمت های مربوط به سینه و کمر هم با در نظر گرفتن بلندی موهای این قسمت محدوده رو رسم میکنیم. برای پاهای کاراکترمون هم به همین صورت. و البته حالت پای سمت چپ رو هم با توجه به الگویی که توی تصویر داریم و مدلی که توی تصویر داریم رسم می‌کنیم و بعد از اون اصلاحات لازم رو روی قسمت‌های مختلف انجام می‌دیم. در مورد شیپ مربوط به دوم هم باید توجه کنیم که دوم این کاراکتر شباهت زیادی به دوم گوری داره و البته قسمت پشت رون این کاراکتر هم موهای بلندی هست که برای قسمت های مربوط به باسن و اطراف ران باید این محدوده ها در نظر گرفته شه. به سراغ حالت های بدون تصویر میریم. حالت هایی که من انتخاب کردم سعی کردم متنوع باشه و از لحاظ حرکتی تقریبا تمامی حرکات رو شامل شه. اولین حالتی که رسم میکنیم مربوط به حالت سر و صورت و چهره این کاراکتر هست. همونطور که میبینید جزئیات زیادی هم نداره و مشخصات و قسمت های مربوط به بدن رو هم توی این استایل نداریم. بعد از تموم شدن استایل اول اون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ استایل بعد میریم. استایل بعدی که قصد داریم از این نژاد و از این سگ رسم کنیم در واقع به نوعی حالت حمله است که ما توی این استایل باید حالت سر و صورت و گوشه کاراکتر رو به درستی ترسیم کنیم تا کاملا حالت مناسب برای این استایل رو داشته باشه. در مورد بدن هم علاوه بر رعایت پرسپکتیو باید با استفاده از بخش بندی و قسمت بندی که در نظر گرفتیم و انجام دادیم توی نمونه های قبلی حالت مناسب رو برای بدن ترسیم کنیم. توی این استایل من میخوام قسمت جلوی بدن و نیمه جلوی بدن کاراکترمون در واقع نزدیک به زمین باشه و قسمت پشت کاراکتر ما و پاها و باسن کاراکتر ما در حالت آمادگی برای دویدن. در واقع من توی این استایل حالتی برای بدن در نظر گرفتم که حالت قبل از شروع دویدن باشه. یک مقدار بلندی قسمت های دست و اندازه سر رو اصلاح میکنیم و اصلاحات مربوط به قسمت های مختلف رو هم انجام میدیم. در نهایت بعد از اتمام کار رسم خودمون و الگوی خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم. استایل بعدی مربوط به حالتی از بدن هست که کاراکتر ما در حال پارس کردن هست. زاویه‌ای که برای این کاراکتر در نظر گرفتم در واقع از زاویه روبرو هست. منتها به دلیل اینکه کاراکتر ما در حال پارس کردن هست سر خودش رو رو به بالا برده و به همین دلیل قسمت‌های مربوط به زیر گلو و دهان کاراکتر توی
ترسیم ما باید وجود داشته باشه و از جهتی هم باید کشیدگی قسمت گردن و عضلات مربوط به کتف و دستای کاراکتر کاملا به نمایش گذاشته شه. و البته با توجه به اینکه گردن کاراکتر ما رو به بالاست و کشیدگی هم روی دست ها اتفاق افتاده، باید قسمت های مربوط به باسن در واقع طوری ترسیم شه که نزدیک به زمین باشه و خم شدگی برای پاهای کاراکتر در نظر گرفته شه. ترسیم خودمون رو اصلاح میکنیم و بعد از اون شیپ مربوط به دوم کاراکترمون رو هم رسم میکنیم. البته همونطور که گفتیم باید نیمه جلویی بدن کاراکتر ما کاملا با توجه به استایل به صورت مناسب رسم شه. و البته توی ترسیم دقیق تر قسمت های مربوط به بدن و اضافه کردن جزئیات باید خم شدگی قسمت زانو و قسمت پای کاراکترمون رو کاملا با استفاده از خطوطی که رسم کنیم و جزئیاتی که اضافه میکنیم نشون بدیم. یک مقدارم جزئیات مربوط به قسمت گردن و سینه ها اضافه میکنیم و خطوط اولیه رو هم کمی اصلاح میکنیم و بعد از اون رسم خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ استایل بعد میریم. یکی از حالات مهمی که ما باید برای تمام حیوانات بلد باشیم اونا رو رسم کنیم حالت مربوط به دویدن هست. من دوتا حالت برای دویدن در نظر گرفتم که یکی از اونها در واقع حالتی هست که دست و پاها توی کشیده ترین حالت ممکن و شکل ممکن قرار دارن و فاصله اونها از هم دیگه بیشترین مقدار ممکن هست و حالت بعدی زمان جمع شدن دست و پاهاست و زمانی هست که موقع دویدن دست و پاها در واقع به نزدیکترین اندازه نسبت به هم میرسن و به عبارتی برای زمانی هست که کاراکتر ما در حال شتاب گرفتن هست. این استایل در واقع همونطور که عرض کردیم حالت اول از دویدن هست و استایل بعدی که ترسیم میکنیم حالت نهایی از دویدن. استایل بعدی و حالت بعدی برای دویدن حالتی هست که در واقع کاراکتر ما پرش خودش روی هوا رو انجام داده و دست و پای اون دو مرتبه به نزدیکترین
اندازه به هم دیگه رسیدن و در واقع آمادن تا شتاب بعدی برای جهش بعدی رو به بدن کاراکتر ما وارد کنن. و البته توی این حالت و حالت قبلی باید قسمت های مربوط به اجزای بدن رو هم دقت کنید که به چه صورتی هست. توی این حالت اجزای بدن و عضلات بدن بیشترین جمع شدگی رو دارن و توی حالت قبلی که ترسیم کردیم در واقع عضلات مربوط به قسمت های مختلف بدن بیشترین کشیدگی رو دارن. استایل بعدی مربوط به حالت نشستن روی زمین هست. ما در واقع سه تا حالت نشستن روی زمین رو بررسی میکنیم و رسم میکنیم. حالتی که الان در حال ترسیم اون هستیم در واقع کاراکتر ما به نوعی خوابیده هست روی زمین و زاویه دید اون هم به سمت دوربین هست. دو تا حالت بعدی که رسم میکنیم حالت نشسته روی دو پاس که توی یکی از اونها دستای کاراکتر جمع شده روی بالا و توی استایل بعد کاراکتر ما روی دو پا نشسته و دستای اون هم روی زمین قرار داره. در واقع این استایل که الان در حال رسم اون هستیم مربوط به زمانی هست که ما میخواییم کاراکترمون رو طوری ترسیم کنیم که به عنوان مثال روی پله یا صخره یا روی هر سطح دیگه‌ای نشسته. زاویه کاراکترمون رو به دوربین هست و در واقع بدن کاراکتر ما رو به عقب هست. الگوی خودمون رو توی محل مناسب قرار میدیم و به سراغ استایل بعد میریم. حالت بعد در واقع حالت دوم از نشستن کاراکتر ما روی زمین هست. و همونطور که گفتیم توی این استایل و توی این حالت ما قصد داریم کاراکترمون رو طوری ترسیم کنیم که دستهای اون رو به بالا جمع شده باشه. قسمت های مربوط به ران و باسن رو هم رسم میکنیم و شیپ هایی هم که نشون دهنده پاهای کاراکترمون هست رو اضافه میکنیم و البته یک مقداری هم محدوده ران رو برای ران سمت راست و چپ مشخص میکنیم که اضافه کردن جزئیات رو میذاریم به عهده خود شما. برای دست هم شیپ های لازم با توجه به استایلی که مد نظرمون هست رو اضافه میکنیم.
یه کمی هم اصلاحات انجام میدیم و به سراغ استایل بعد میریم. استایل بعد حالت سوم از نشستن کاراکتر ما هست. که در واقع توی این حالت کاراکتر ما روی زمین روی دو پا نشسته و دست های اون هم روی زمین در حالت کشیده قرار داره، که نمونه این حالت رو برای تقریبا اکثر حیواناتی که تا الان رسم کردیم انجام دادیم. توی این حالت ما ابتدا قسمت های مربوط به سینه و دست ها رو رسم کنیم و بعد از اون برای قسمت میانی و باسن و پاهای کاراکتر شیپ های لازم رو اضافه میکنیم. بعد از ترسیم قسمت میانی از یک شیپ یک پارچه برای قسمت مربوط به باسن و ران استفاده میکنیم. برای دوم هم ترسیمات لازم رو انجام میدیم و در نهایت به سراغ استایل بعد میریم. در کل دو استایل دیگه ما کار میکنیم که یکی مربوط به چهره است و استایل فعلی که الان داریم ترسیم میکنیم مربوط به دویدن کاراکتر از زاویه روبرو هست. برای محدوده موهای گردن الگوی مناسب و رسم مناسب رو به صورت شیپ اولیه‌ای در نظر می‌گیریم و رسم می‌کنیم و بعد از اون برای قسمت‌های مربوط به دست‌های کاراکتر با توجه به حالتی که توی دویدن کاراکتر ما بدن اون داره باید ترسیم رو با استفاده از مطالبی که یاد گرفتیم و با توجه به اون حالت و استایل در نظر بگیریم و رسم کنیم. برای پاهای کاراکتر هم به همین صورت. استایل آخر هم در واقع چیز پیچیده ای نداره و مربوط به حالت چهره از کاراکتر ماست. البته خیلی توی ترسیم الگوی اولیه جزئیات رو اضافه نمی کنیم و اضافه کردن جزئیات رو به خودتون واگذار می کنیم.
قسمت های مربوط به پوزه و دماغ و گونه ها رو اضافه کردیم و برای محدوده چشم و گوشه های کاراکتر هم با استفاده از خطوطی که رسم کنیم در واقع قسمت های مختلف صورت رو در نظر میگیریم و اضافه میکنیم. برای گوش هم سعی میکنیم ترسیم رو طوری انجام بدیم که مقداری گوشه کاراکتر ما رو به عقب حرکت کرده باشه و این کار رو هم به دلیل این انجام میدیم که حالت گوش کاملا متناسب با حالت چهره باشه. خب من ترسیم رو در مورد تمامی استایل ها انجام دادم و مراحل این ترسیمات رو دیگه نشون ندادیم که به چه صورتی هست. شما خودتون میتونید مراحل رو طی کنید و به نتیجه نهایی که این حالات و این تصاویر باشه برسید. مراحل ترسیم جزئیات برای تمامی این استایل ها کاملا مشابه با بخش های قبله و هیچ تفاوتی نداره. میتونید شما از این ترسیمات نهایی که بنده انجام دادم به عنوان مدل استفاده کنید و خودتون هم این حالات رو جداگانه رسم کنید. خب کار ما توی این بخش هم به اتمام میرسه.